سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران عزیز، در برنامه ایمان لایف تلویزیون 24 ساعته اسلامی ایمان در خدمت شما خواهر و برادر هستیم. امیدواریم تا این لحظه و در تا این دقیقه شما و خانواده‌های عزیز شما در صحت و سلامت بده باشیم. امروز موضوع مهم و اساسی را به ارتباط با ایمان و فطرت و اینکه یک مؤمن و یک کسی که معتقد است باید چی مسئولیت های را در قبال فامیل و خانواده و اولادهای خود می داشته باشد، با توجه به آیه مبارکه قرآن کریم، آیه سوره روم، آیه 30 سوره روم که قرآن کریم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة خداوند و فطرة ایمانداری در وجود انسان ها از فطرة پروردگار است که مردمان را بر آن هیچ تبدیل و تغییر نیست، و این فطرت و این ایمانداری و این اعتقاد دین قیم است، دین راست است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بسیاری مردم از این آگاه نیستند و نمیدانند. و این در واقع هدف و اساس حیات بشری را تشکیل میده که پروردگار سرش و ساختمان انسان را از ابتدا به گونه خلق کرده که همه بفهمند و بپذیرند که خداوند از آغاز فطرت در وجود انسان ها و در وجود بشر ایمان و ایمانداری را به وجود آورده است. و این را هم اعتقاد داریم که بارها این شنیدیم که ما از روز الست و بربکم قالوا بلا شهدنا، و این آیه مبارکه 172 سوره اعراف است که قرآن کریم اشاره میکنه که در این به صراحت بیان شده که روزی و قبل از اینکه انسان و ذره آدم خلق بشن، از اینها تعهد ایمانداری و تعهد پرستش پروردگار را خداوند از ذره آدم گرفته و از بشر گرفته، و در واقع اساس فطرت بشر و اساس فطرت انسان ها بر ایمانداری و بر توحید و یک تاپرستی بنا شده است. و این انسان ها بودن و این بشر بودن که در طول تاریخ متاسفانه مسیرهای منحرفی را و مسیرهای کجی را انتخاب کردن و برای پروردگار شریک قرار دادن، یا برای پروردگار بق پروردگار دیگر خدای غیر از خدای واحد را با پرستش گرفتند، بت پرست شدند، درخت پرست شدند، انسان پرست شدند، مادی پرست شدند. و این را پروردگار به صراحت می فرماید که انسان بر فطرتش است، انسان از روز ابتدا بر ایمانداری به وجود آمده است. و شما هم می دانید که در حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، که در واقع مفهوم این آیات مبارکه فطرة الله التي فطر الناس عليها، این را رسول خدا صلی الله علیه و آله چقدر مقبول و زیبا ترجمه میکنند و میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی و هر موجودی و هر بشری بر فطرت تولد میشود. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسان، یعنی هر انسانی و هر بشری و هر طفلی از ابتدا اسلام و مسلمان تولد میشن، از ابتدا بر دین و آیین خداپرستی است. و این پدر و مادرشان هستند که آنها را یا یهودی می سازند یا نصرانی می سازند یا آتش پرست می سازند. این معنای است که فطرت بشر و وجود انسان و خلقت انسان بر خدا پرستی
و بر اسلام و بر تسلیم به قوانین پروردگار گذاشته شده است. و ما همون باید به این اعتقاد داشته باشیم که این فطرت الهی است که ما خداوند ما را مؤمن و مسلمان خلق کرده و خدا را شکر که در خانواده مؤمنی هستیم که پدر و مادر ما به جای اینکه ما را یهودی و یا مسیحی یا مجوسی یا بت پرست بسازه، ما را در همین فطرت صحیح و سالممان نگه داشته و مسلمان قرار داده است. و شما در این مسئله به خاطر این بحث فطرت و بحث الستو بربکم و بحث تولد بر فطرت را به پدر و مادران عزیز یاد کردیم که شما این وظیفه و مسئولیت دینی و ایمانی شماست که اولادهای شما بر فطرت مستقیم و بر خداپرستی و بر ایمان و ایمانداری قرار بیابند. و شاه ولی الله دهلوی در کتاب معروفشان حجت الله البالغ میگن که همه میدانن که خدای تعالی مالک و حاکم تمام مخلوقات بوده و هیچ کس مثل پروردگار نیست و هیچ کس بر پروردگار غلبه ندارد. بنابراین پیروی هدایت وی، هدایت پروردگار بر همه لازم است. یعنی همه بشر مکلف هستند که پیروی خدای واحد و خدای سبحان را بکنند. و به همین خاطر هم است که ما اعتقاد داریم که انسان در ابتدا و در سرشت بر فطرت ایمانداری و بر اسلام تولد شده و اولاد بشر و اولاد تمام موجودات در ابتدا مسلمان هستند و بعداً بعد از اینکه به سن بلوغ یا به سن کرانی میرسند و به رشد میرسند، اینها متاسفانه مطابق به شرایط و زمان و وجود و در فامیلی که اونا بزرگ میشن، متاسفانه افرادی از اینها بر فطرت غیر اسلام قرار میگیرن و از دین میبراین و یا اخلاق و خوی افراد غیر مؤمن و غیر خدا پرست را اینها میگیرن. و طبیعتا همه انسان ها و همه بشر مطابق فرمودی رسول خدا صلی الله علیه وسلم کلکم عاین کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتی، همه ما و شما رایی هستیم و همه مسئول هستیم از کسایی که در فامیل خود داریم، از خانوادهی که در فامیل خود داریم. و بودن مسلمان ها و وجود مسلمان ها در کشورهای اسلامی این مسئولیت را و این فطرت را و این توجه به فطرت ایمانداری را بیشتر سنگین تر می سازد. اگر فرزندان ما در وطن در مکتب می رفتن و یا در کوچه بودن و در خانه بودن و در گوشه کنار بودن، محیط و شرایط به شکلی بود که اخلاقیات ایمانداری و مسلمانی را اینها از محیط می آموختن. در مکتب در پهلوی تربیه تعلیم تربیه هم وجود داشت. اما وقتی که در غرب و در اروپا و در امریکا و در استرالیا قرار داریم، این مسئله متاسفانه برعکس است. در این کشورها تعلیم درست است، به شکل درستش هست، آموزش هست، اما متاسفانه در قسمت تربیه دینی و تربیه اخلاقی و آداب هیچ توجهی صورت نمیگیره. و حتی شما میدانیم که اگر اطفال اخلاقیات را و ادب را و احترام را از خانه خود نیاموزند، در داخل مکتب ها اینجی به این چیز هیچ توجهی صورت نمیگیره. بنابراین توجه ما است که برادرای ما، خواهرای ما، مادرای عزیز ما که فرزندان عزیز خود را به این کشور آوردن، اینها نسبت به هر زمان دیگر باید اینها توجه داشته باشند که نسبت به مسئله تربیه اولاد و تربیه اولاد بر فطرت ایمان، اینها باید توجه بسیار بزرگی داشته باشند و مسئولیتشان از هر زمان که بیشتر است. و یک حدیث دیگر هم است که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمان که علم اولادکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، شما به فرزندانتان علم و دانش را بیاموزید، ادب را بیاموزید، اخلاق را بیاموزید، زیرا آنها خلق شدن و آفریده شدن در زمان غیر زمان شما. زمانی که امروز فرزندان ما در این کشور بزرگ شده یک زمان فرق میکنه. امروز فرزندان ما در قرن‌های اخیر و در سالهای هستن که علم و تکنولوژی و امکانات و دسترسی با اینترنت با سیستم نت سرویس اینها بسیار پیشرفته شده است. ولی با وجود از این میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم شما باید متوجه تربیه و متوجه توجه به این اولاد و این فرزندان خود باشید و اینها را بیاموزید از چیزهایی که اینها متاسفانه غافل هستند و یا اینکه در این کشورها نسبت به مسائل توجه صورت نمیگیره.
و ما اولین اساس و بنیاد ما میست که ما باید بعد از اینکه خداشناسی و عقیده را در ذهن فرزندان خود غرس میکنیم و نشان میدیم، مسئله اطاعت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اینکه این پیغمبر اسوه حسنه است برای بشر و برای امت و برای همه ما، در زندگی پیغمبر خدا و در زندگی صحابه و در زندگی خانواده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این فرزندان خود آگاه بسازیم. از قصه های صدر اسلام، از داستان هایی که به اخلاقیاتشون اثر میگذاره، آموزش ها و آموزه های غیر از تعلیمات جدید به این فرزندان خود داشته باشیم که فرزندان ما بدانن که دساتیر قرآنی و دساتیر دین حنیف نسبت به این مسئله چقدر زیاد است. و تأکید قرآن هم همین است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا، ای مردم خود را و خانواده خود را از آتش نجات دهید، که وقودها الناس والحجاره، که این آتش پاره آن یا آتش سوزی آن سنگ ها و انسان ها هستند، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، بر اینها افراد و ملائکه و فرشتگان بسیار سختگیری قرار دارن که هر آنچه که پروردگار برشان حکم میکنه انجام میدن. بنان نجات فرزندا و نجات خانواده در مجموع زمانی که اینا تولد میشن بر فطرت ایمانداری و بر ایمان و بر اسلام ایست که پدر و مادر مسئولیتشان بسیار بسیار زیاد است. و به این فکر نباشین چون اولاد ما در مکاتب غربی و امریکایی میرن، بنان همین کفایت میکنه و ما بر اساس از اون توانستیم اولاد خود بهترین انجینر و بهترین دکتر و بهترین متخصص بسازیم، در حالی که از اخلاقیات، از ادب، از روابط اجتماعی، از احترام در فامیل و در خانواده و از ادب هیچ آگاهی نداشته باشند. تنها علم و دانش جدید نمیتوانه فلاح و رستگاری برای یک مؤمن به وجود بیاد اگر در پرهیز ایمانداری و تقوا و اخلاقیات و تمسک به احکام دین و احکام اسلام نبوده باشد. و به همین خاطر هم است که بارها برادران و خواهرای عزیز، پدران و مادران عزیز، نسبت به این مسئله باید شما متوجه باشین که امروز متاسفانه هر روز یک بزرگی و یک کلانی و یک عزیز از میان ما و شما میره و اکثرا او اخلاقیات و ادب و روابط اجتماعی که ما در 10 سال اول در بودن ما در غرب و در امریکا داریم ممکنه 10 سال بعد نداشته باشیم. ممکنه رفت آمدها، ارتباطات، علایق با همی، دوستی ها، یعنی سل رحم آیسته آیسته تا نسلهای بعدی که از ما به وجود میاد در اینجی واقعا محو شد و از بین برود. و غربی ها همیشه این اصطلاح را میگن که ما نسل سوم مهاجرین را با کار داریم که در واقع هضم ما میشوند و هرچی که بخوایم توسط از اونا ما اینجا انجام میدیم. یعنی اینکه نسل سوم، خدا نخواسته، مردم مسلمان ما در کشور دیگر مسلمان نخواهد بود اگر ما به فرزندان خود دین را نیاموزیم، اخلاقیات را نمیاموزیم، اگر فطرت بودن در آیین را برای اینها آموزش ندهیم. به این خاطر هم است که بارها ما تاکید کردیم که تنها بودن ما و تنها آوردن ما فرزندان ما را به این کشورها کفایت نمی کنه، بلکه بیاییم یک روش آموزشی و یک تعلیمی را برای اینها داشته باشیم، وقت بگذاریم و اینها را به مساجد و مراکز اسلامی ببریم، با علما و دانشمندان و علم، یک علم دین و هر علمی احتیاج به کسب داره. یعنی ما نمیگیم که همه فرزندان شما باید حافظ قرآن باشن، هر مقداری هر کسی که علاقه داره میتونه چند سوره، چند آیه آموزش احکام دین و ارکان دین و اساسات دین را به فرزندان خود بیاموزن. وقتی که اینها نتوانن اینها را بیاموزن، طبیعتا نمیتوانن آن اخلاقیاتی که بعد در داره اسلام و در داره دین و لازمه که بعد اینها برای فرزندان شما آگاه باشن که در مقابل شما ایمان را، ایمان به خدا را، ایمان به پیامبران را، ایمان به ملائکه را، ایمان به قیامت را و آخرت را، اینها را از کجا بدانن. و به همین خاطر هم است که امروز و ما در مکاتب خود و در مدارس خود، در حلقه های درس خود باید این آموزش دوامدار باشد در مدارس و مساجد ما. و یاد برادرها و خواهرای بزرگ ما میایه که ما اکثرا حتی بیس ایمانداری، ما کسایی که فعلا افراد کلانسال هستیم و امروز در غرب و در امریکا و در دنیای دیگر زندگی میکنیم، همیست که ما هرچی که در طفولیت یاد گرفتیم امروز با ما هست.
تمام پدر و مادر آگاه هستند که ما در خوردی و در مکتب و در مکتب خانه های مساجدی که در خوردی آموزش دیدیم، برای ما ابتدا آموزش آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره، همه ایره حفظ داریم و این حفظ از طفولیت برای ما باقی مانده و این از کودکی مانده و این اگر معنایش هم نمیفهمیدیم، اما امروز معنایش میفهمیم که مراد از ایمان مجمل یا بگیم ایمان از ارکان ایمان است که من ایمان آوردم به خداوند، ایمان آوردم به ملائکه پروردگار، به فرشته ها، ایمان آوردم به کتاب های آسمانی، ایمان آوردم به پیامبران، به همه پیامبران به شمول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ایمان آوردم به روز آخر، ایمان آوردم به قدر که خیر و شر از جانب پروردگار است. حداقل همین شش رکن ایمان را ما از طفولیت یاد گرفتیم و یاد داریم و این را باید فرزندان ما هم بدانند و این وظیفه پدر و مادر است. اگر در مساجد و در مراکز اینا را میگن، اینها باید اینا را بیاموزند. حداقل ارکان ششگانه ایمان را باید فرزندان ما بدهند، یا اینکه ارکان پنجگانه اسلام، ایمان، توحید یعنی لا اله الا محمد رسول الله و نماز، روزه، حج، زکات، این ارکانی که در اسلام است، حداقل فرزندان ما بدانند که پنج چیز بر اونها فرض است و این ارکان اسلام است. و اگر اینها را ندانند، پس بسیار مشکل است که شما یک نسل مسلمان از خود در این جی باقی بگذارید. و این ایمان مجمل یا ایمان مفصل هم از روی آیات قرآن کریم گرفته شده، همه در قرآن کریم آماده است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، این از اساس از قرآن است، آیه 284 سوره بقره که قرآن کریم واضح میگه که ایمان آورد است، ایمان آورد رسول، آمن الرسول بما انزل الیه، به آنچه از جانب پروردگار بر او نازل شده، والمؤمنون، و همه مسلمان ها ایمان آوردند. پس این شش رکن ایمان اساسی است که خود پیامبر هم به این ایمان داشته است و هر فردی که این را اگر طفل است، اگر بزرگ است، اگر کلان است، ایمان نداشته باشه، ایمانش تکمیل نیست. بنان فهماندن و آگاه ساختن فرزندان ما به این شش رکن ایمان یکی از مسائل اساسی است که باید ما از ابتدا فرزندان ما آگاه بشن. و همین جمله ای که داریم یا آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی، همین یاد بگیرن و بدانن که شش رکن ایمان است و شکر ایمان. شش رکن ایمان در واقع تکمیل ایمانداری یک مسلمان را به نمایش میگذاره و ما این را بر همه فرزندان ما، بس فرزندان ما اگر یاد بگیرن، بر فرزندان دیگر خود یعنی بر نواسهای ما یا بر کسایی که بعد از اینا میان یاد میدن. اگر ما نسبت به غافل باشیم، نسل بعدی ما دیگر کسی نخواهد بود که اینها را بگذاره. و ما در همی چندین هفته در منطقه ما متاسفانه بزرگای را دست دادیم، کلانهای ما میروند و هر روز یک جنازه، یک فاتحه، یک واقعه و یک مصیبتی متاسفانه است. و این نسل بزرگ از این جهت بین بران، نسلی که واقعا از گذشته وطن و اسلام و دین و کشور و اخلاقیات آگاهند و اینجا آمدن و نسل جدید را کمک آموزش دادن، و اینها برای من واقعا یک مصیبت بزرگ به جامعه مسلمان و مهاجر ما خواهد بود. بنابراین بیایم فرصت را غنیمت بشمارین، آگاه دادن و اظهار مسئولیت کردن و احساس مسئولیت کردن نسبت به تعلیم اولاد و فرزندان و خاصتا در پهلوی تعلیمات جدید که بهترین انجینر و بهترین دکتر و بهترین متخصص بشن، در پهلوی از اون ایمانداری و اسلام خود را هم بدانن که شش رکن ایمان چی است، بدانن که پنج رکن اسلام چی است، و بدانن که نماز چی است، بدانن که حج چی است، زکات چی است. و اگر ما این انتقال ندیم و این معلومات و آموزه ها را و این آموزش های دینی و اخلاقی و تربیتی را نشان ندیم، ما پیش خداوند مسئول هستیم. ما کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتی، ما مسئولیت خود ادا نکردیم. مسئولیت ما در این کشورها و در این شرایط و در حالت مهاجرت نیست که فقط ما بهترین خانه و بهترین موتر و بهترین زندگی و بهترین کار داشته باشیم و تا لحظه آخر کار کنیم و تفریحات داشته باشیم. کسی نمیگه تفریح نکنید، کسی نمیگه که شما به سفر نرویم. همه چیز از نعمات پروردگار است که خداوند برای انسان‌های رو مؤثر ساخته. ولی در پرده از این شناخت پروردگار و شناخت رسول‌ها و شناخت قیامت، آگاهی از آخرت،
انسان را نگه می‌داره و افراد را از حرمخوری و از قمار، از شراب، از بدبختی ها نجات میده. اگر جوان مسلمان سر به سجده بگذاره و اگر جوان مسلمان معتقد باشه که خداوند شاهدش در همه گوشه هاست، هرگز نمیره به مواد مخدر گرفتار نمیشه، هرگز به درینک و گمبلینگ و امثال از او خود مصروف نمیسازه. و به این بخاطرم است که همیشه تقاضای ما از برادران و خواهران است که این مسئولیت را پدران و مادران فراموش نکنند که ما در مقابل فرزندان خود واقعا مسئول هستیم و این مسئولیت را به تمام و کمال باید ما انجام بدیم. و در حدیث هم هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم راجع به ایمان میفرماید: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر و خیره و شره. ایمان است که ایمان به خداوند بیاریم، با ایمان به ملائکه بیاریم، ایمان به کتاب های آسمانی بیاریم، ایمان به رسول ها بیاریم و ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر و بعث بعد الموت، که البته این شش یا هفت رکن ایمان که بارها در احادیث و روایات رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده است. بس به صورت عمده سر از است که ما نسبت به فطرت ایمانداری و اعتقادات فرزندان خود و توجه به نسل بعدی چی مسئولیتی را تعالی ادا کردیم. و این را میدانیم که مسئولیت پدران و مادران نسبت به هر کسی دیگر در این جوامع و در این محیط ها بیشتر از هر کسی دیگر است. به همین خاطر هم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مسئولیت را بر عهده پدر و مادرها گذاشته و پدر و مادرها را مسئول قرار داده که شما نسبت به فرزندان خود توجه کنید و فرزندان را نگذارید که از او فطرت ایمانداری و توحید و یکتافرستی که پروردگار در وجودشان و در شروع خلقتشان این اساس گذاشته اینها فاصله بگیرند. بنان خیلی ساده و به زبان عادی هر پدر و مادر باید برای فرزندان خود ایمانداری و اسلامداری و اخلاقیات و ادب را بیاموزد. و وقتی که شما میگین تعریف ایمانداری، همون گونه خدمت شما عرض کردیم که شش رکن ایمان: ایمان به خدا، ایمان به پیامبران، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به ملائکه، ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر. این شش رکن ایمان است و اینها باید از جمله مسائلی باشه که ما باید حتی برای فرزندان خود در مثل داستان، مثل قصه، مثل بیان مطالب هر روز بگوییم و از این پرسان کنیم. و یا پنج رکن اسلام که ایمان که شهادت لا اله الا الله که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث می‌فرمایند که بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج چیز بنا یافته است. پنج رکن اسلام که ایمان باشه، که شهادت این که خداوند یکی است و محمد رسولش است، و بر پاداشتن نماز و اقام صلات و نماز خواندن و ایتای زکات و دادن زکات و صوم رمضان و روزه گرفتن و حج البیت و حج خانه خدا برای کسایی که استطاعت دارن. این پنج رکن ایمان، پنج رکن اسلام است با شش رکن ایمان، که اینها از جمله مسائلی است که به عنوان اساسی ترین بنیاد اعتقادی فرزندان ما باید قرار بگیره. و طبعا وقتی که یک طفل بفهمه که بر ما پنج رکن اسلام به نام این که قبول کنیم خدا یکی است و محمد رسولش است، پیامبر را دوست داشته باشیم، و این که ما نماز باید بخوانیم، باید روزه بگیریم، باید زکات بدیم، باید حج کنیم، این را وقتی که در وجودش و در ذهنش و در سلول و رگ رگش ای جا پیدا کنه، هرگز وقتی که کران بشه ایمانداری و تقوا و دیانتداری و اخلاق از دور نمیشه، چون میدانه که خداوند در همه حال حاضر و ناظرش است و خداوند همه چیز را شاهد است و خداوند همه چیز را آگاه است. و بر اساس همین آگاهی است که پروردگار از او پرسان میکنه. اگر مسلمان ها اینها را واقعا انجام دادن، بدون شک مورد مؤاخذه و مورد سوال قرار میابند. در بس فطرت و ای که ما از روز الست و برب بکن و از روزی که ذره آدم هنوز خلق نشد، پروردگار از اینا تعهد گرفت و از اینا پرسان کرد که آیا من پروردگار شما نیستم، و همه به یک صدا گفتند که بله. این هم از روی کتب و اصول دینی ما به اثبات رسیده و هم از لحاظ عقلی و منطقی هم
همه به این متفق ندارستیم که این خلقت بشر و این وجود انسان ها و این کائنات و این کهکشان ها و این زندگی ها و این فراوانی ها و نعمات را پروردگار بدون هدف بدون شکل خلق نکرده و همه به نوعی نیاز به این خالق داره و نیاز به یک قدرت مافوقی داره که این پروردگار است و پروردگار در واقع از بشری که خلق کرده و این بشر را به یک هدف و یک فلسفه بزرگی که عبادت باشه و ما خلقت الانس و الجن الا لعبدون، ما انس و جن را خلق نکردیم جز اینکه اینها ما را عبادت بکنند و ما خلقت الانس و الجن الا لعبدون، ما انس و جن را خلق نکردیم جز اینکه اینها عبادت بکنند و این عبادت پروردگار شرط اساسی خلقت بشر است. اگر انسان زندگی میکنه و حیات میداشته باشه، امکانات و رفاه و همه چیز را میداشته باشه، ولی از خدا بیگانه است و خدا را با خود همراه نمیدانه و از خدا ناآگاه است و آگاه از احکام دین و از مسئولیتی که بر عهده‌اش است نیست، این انسان در پیشگاه پروردگار مورد مؤاخذه است و خداوند از هر لحظه و از هر دقیقه زندگیش پرسان میکنه. سوال در این است که ما در ایمانداری به پروردگار که ایمان به خداوند است و ایمان به فرشته هاست و کتاب ها و لقای پروردگار و رسول و ایمان به بعث و ایمان به قضا و قدر همه متفق نظر هستیم و همه به این نظر هستیم که هر مسلمانی و هر مؤمنی زمانی که مؤمن است باید با قاطعیت و با انتهای جرأت این کلمه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله را بر زمان بیاره. در این که ما زمان میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، این در واقع پیروی و تسلیمی مطلق ما را به پروردگار و به دین و به احکام دینی نشان میده. یعنی انسان وقتی که تسلیم پروردگار است، پروردگار را در هر لحظه و در هر دقیقه و در هر ثانیه شاهد و حاضر میدانه و این معنای عبودیت و اطاعت را فقط به خداوند میرسانه. یعنی ما اطاعت و عبودیت را به غیر از خدا به هیچ کس دیگری نمی کنیم، در مقابل هیچ موجودی سر و سجده نمی گذاریم و هیچ کس دیگری را غیر از خداوند نمی پرستیم و خداوند را حاضر و ناظر در تمام لحظات زندگی خود می دانیم و خداوند در همه جا خداوند را درک میکنیم و احساس میکنیم و خداوند را به عنوان یگانه معبود و یگانه پروردگار در کائنات و در موجودات میشناسیم. و وقتی که بس از ملائکه میگوییم که ایمان به فرشته ها، معنا از این است که این فرشته هایی که پروردگار خلق کرده است و اینا به عنوان خادمین یا خدمتگزاران و به عنوان مقربین درگاه پروردگار هستند، همه اینا فرشتگان، همه کسایی که در خدمت پروردگار هستند و از امر پروردگار هیچ سر باز نمیزنن، اینها را بعد ما قبول داشته باشیم و قبول داشته باشیم که اینها بنده های یا شایسته پروردگار هستند که در سخن بر پروردگار لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و اینها بر پروردگار پیشی نمیگیرن و پیوسته به فرمان مان پروردگار هستند. این که تعدادشان چی مقدار است و چقدر ملائکه و فرشته است، اینها را خود پروردگار میداند، ولی اعتقاد به جمعی فرشتگان جزء ایمان و ایمانداری هر مسلمان است. و وقتی که ایمان به بس از ایمان از کتاب ها میشه، طبعا چهار کتاب آسمانی مطرح میگرده، تورات، انجیل، زبور و قرآن، که البته متاسفانه سه کتاب قبل از قرآن مورد تحریف و دستبرد قرار یافته و قرآن کریم به عنوان محفوظترین و غیر تحریف کتابی باقی مانده که هرگز در او دست نخورده و کامل و سالم در اختیار ماست. و این قرآن کریم از اولش تا آخرش محفوظ است و انکار از هر کلمه قرآن کریم و انکار از هر آیه قرآن کریم انسان را از ایمانداری و از دین بیرون میکنه. و همچنین در ارتباط با
ایمان به پیامبران، وقتی که میگین تمام پیامبران که خب تعدادشان بر مقداری که باشه که او رو خداوند میدانه و از آدم تا خاتم همه پیامبران را ایمان میداشته باشیم و قبول داریم که اینها به حق آمدن و رسالت و مسئولیت دینی خود انجام دادن و احکام دین خدا را به بشر رساندن و در واقع پیامبران آمدن تا انسانهای را که از راه بر آمده بودن و از راه خداپرستی و یکتاپرستی به انحراف کشانده شده بودن اینها را دوباره به راه راست هدایت کنن. به این خاطر هر زمانی و برای هر قومی لکل قوم رسول، برای هر ملتی و برای هر بشر رسول آمده، در میان هر زبانی و در میان هر قومی پیامبر فرستاده شده است که خوب تعدادش پروردگار میدانه و ای آمدن پیامبران در واقع برای دور کردن انسان ها از انحرافاتی بوده است که انسان هایی که منحرف شدن و در طول تاریخ به سنگ پرستی و درخت پرستی و برای حیوان پرستی و برای بشر پرستی مستوب بودن، این آمدن دوباره راه توحید و راه وحدانیت و راه خدا پرستی را برای بشر نشان دادن. بلند ایمان ما به همه پیامبران و با همه آنچه که آنها با خود آوردن از کتاب های آسمانی جز اعتقادات ما و شما مسلمانان است که باید اعتقاد داشته باشیم. و طبعا بس سر از ایست که ما میگیم قضا و قدر، یعنی یکی از در پهلوی ایمان به رسول، ایمان از ایمان به پیامبران، ایمان به روز آخرت که همه اعتقاد داریم که روز آخرت است و روز سوال است و پرسان است، و یکی هم از مسئله ایمان به قضا و قدر است که ما قبول داشته باشیم هر آنچه که اتفاق میفته بر اساس حکم پروردگار و قضا و قدر پروردگار است. یعنی پروردگار خودش میدانه و حتی اگر خوب و بد در دنیا به وجود میایه این بر اساس حکم پروردگار، اگرچه ما فاعل مختار هستیم، ما حق داریم که رای شر را یا رای بد را یا رای خوب را انتخاب کنیم، این به اختیار برای ما داده شده، منتها کل انجام هر کار بدون اذن پروردگار غیر ممکن است و صورت نمیگیره. بلان اعتقاد به قضا و قدر هم از جمله مؤمن بهی ما مسلمانان است که بر فرزندان ما و اولادهای ما در این مسائل آگاه باشن. و در بحث فطرت و در بحث مسئله الستو بربکم و زمانی که ما تعهد سپردیم که ما ایماندار باقی میمانیم و مسلمان باقی میمانیم و این حکم پروردگار را پذیرفتیم که ما بله تو پروردگار ماستی و هر حکم که صادر کنی و هر دستوری که پروردگار برای ما بدیم ما این دستور را انجام بدیم و میبینیم که وقتی که قرآن کریم نازل میشه احکام را و ارکان را برای ما قرآن کریم بیان میکنه که در رأس این ارکان بعد از ایمان آوردن و بعد از توحید و بعد از شناخت خدا و پیغمبر خدا و اطاعت از پیغمبر خدا و اطاعت از قرآن، ارکان اسلامی مطرح است که نماز است و روزه است و زکات است و حج است. در قرآن کریم در بسیار جاها اقیم الصلاة و آت الزکات آمده، در قرآن کریم بسیار جا آمده که شما مؤمنین نمازگزار این گونه هستند، صفاتشان آمده، متقین این گونه هستند، افراد مفلی هستند که اینها ایمان دارن و نماز برپا می دارن و روزه و زکات ادا می کنن. و خود ارکان اسلام هر کدامشان به صورت تفصیلی در کتب در احادیث و در کتب فقه ما آماده است و همه مسلمان الحمدلله کسایی که نمازخوان هستند و کسایی معتقد هستند می دانن که یعنی ما باید به شکل از اشکال ارکان اسلام را انجام بدیم، در نمازهای پنج وقتی که در پنج مرحله در هر روز میخوانیم و در روزه‌ای که در ماه مبارک رمضان میگیریم و روزهای نفلی که در طول سال میگیریم و در زکاتی که باید 2.5% مال خود بدیم و در حجی که حداقل یک بار در عمر باید سفر حج کنیم. و این چهار رکن عملی و با یک رکن که توحید است که لا اله الا محمد رسول الله، اینها جمله اساسات دین اسلام است که باید فرزندان ما باید بیاموزن. و این که ما نماز میخوانیم، خود نماز یک عملی است، یک وظیفه عملی و انجام دادن است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی،
شما رقم نماز بخوانید، به شکل نماز بخوانید که من نماز میخوانم. و در واقع نماز را ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از حضرت جبرائیل، و حضرت جبرائیل با حکم پروردگار نماز را به پیامبر آموزش داد. آن گونه نمازی که ما امروز میخونیم این نماز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است که و در قرآن کریم هم از این نمازها در آیات قرآن کریم، آیات سوره مبارکه نساء آیه 29، آیه انفال 130، تها 17 و روم 78 آماده است که قرآن کریم میفرماید که و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات و ذلک ذکر للذاکرین. در دو طرف روز، یعنی نماز صبح و نماز دو طرف روز که اول روز باشه و آخر روز، نماز صبح و نماز عصر، و زلوفن طرفی نهار و زلوفن من اللیل، و در اوائل شب که نماز مغرب و عشاست شما نماز را برپا دارید، زیرا که حسنات سیئات را از بین میبره. قرآن کریم در چندین مورد از نمازها یاد کرده است، و وقتی که میبینین نمازهای پنج وقت در قرآن کریم به اثبات رسیده است، و عمل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و خود انجام نماز در پنج وقت میرسانه که نماز پنج وقتی که ما امروز میخونیم این بر اساس حکم پروردگار و بر اساس دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم صورت گرفته است. و طبعا در نماز هم فرایض است، سنت هاست، احکام است که را به صورت تفصیل انشاءالله در بحث ها و در موضوعاتی که در ارتباط با مسائل احکام داشته باشیم بیان میکنیم. در بحث روزه هم میدانیم که روزه در هر سال یک بار ماه مبارک رمضان میاید، و طبعا شاید تفاوت روزها و زمانها صورت بگیره، شاید گاهی در تابستان گاهی در زمستان، ولی به هر حال چون ماه رمضان ماه روزه است، با آمدن ماه رمضان بر همه مسلمان ها روزه فرض میگره و اولادهای خود باید بیاموزین که زمانی که رمضان است بر شما روزه فرض است. اگر به کار هستین، اگر در بیرون هستین، باید مثل دیگر مسلمان ها روزه بگیرید، و روزه گرفتن هم یکی از ارکان بزرگ اسلام است. و یا بزرگا و پدران ما که در طول تاریخ وقتی که نماز میخوندن اقم الصلاة و آت زکات، زکات هم میدادن. در افغانستان در کشور ما زکات خود برای مردم غریب، برای مردم بیچاره میدن. فرزندان خود بیاموزیم که شما در این کشورها کار میکنیم و عایدی داریم، باید یک مبلغی از این برای زکات هم شما آماده بسازیم. یعنی فکر نکنن که تنها دین نماز خواندن است یا تنها دین روزه گرفتن است. آموزش به اصطلاح دادن زکات و توجه به غربا و فقرا هم از جمله مسائلی است که باید ما در ارکان دین به فرزندان خود و فامیلای خود نشان بدیم و آموزش بدیم، و این فطرت دینی و این حکم پروردگار را در ارتباط با باقی ماندن در دین باید ما مراعات بکنیم. در بحث مسائل حج است که کسانی که استطاعت دارن و اگر توان دارن و اگر صحت دارن، خصوصا در ایام جوانی، این زیباترین وقتی است که فرزندان ما برن، حتی برای یک بار هم شده در حج یا عمره ببینن مسلمانان را، امت اسلامی را، شکوه و عظمتی که در طواف است، در حج است، این را باید فرزندان ما حداقل تجربه کنن و در ایمانداریشان قوت به وجود میاد. و به می خاطر هم است که ما همیشه توصیه میکنیم که کسایی که میتوانن در ایام جوانی از این امتیاز و از این با سفری که به حج و به عمره میکنن انشاءالله به دست بیارن. و به این اساس از چهار رکن بزرگ دین که مسئله نماز و روزه و حج و زکات است، اینها را بعد ما از می لحظه وقتی که فرزندان ما، جوانان ما در کشور هستن، برشون آموزش بدیم. و باز هم تکرار میکنیم که پنج رکن اسلام و شش رکن ایمان، اینها از جمله مسائل بسیار اساسی آموزش و تربیه و تعلیم فرزندان ما بر فطرت اسلامی است که امیدواریم که در بحث‌های بعدی بتوانیم نسبت به واجبات، سنت‌ها، فرایض و آنچه که نسبت به این احکام است مطالبی را انشاءالله به شما عرض برسانیم. شما را تا برنامه بعدی خوب خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.